سلام بچه ها، رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال یوتیوبی من خوش اومدید. اسم من میساقه و نام این برنامه است موزیک خور. در 53 قسمت از برنامه موزیک خور میخوایم بریم سراغ یک آهنگساز اکسپریمنتال معروف مشهور به نام پیتر گابریل، یک آهنگساز انگلیسی، عضو قدیم گروه شناخته شده جنسیس و یکی از مشهورترین فعالان گسترش موسیقی بین‌الملل و تلفیق و ترکیبشون در این سالها. خیلی شناخته شده است پیتر گابریل. فکر کنم برای ایرانی ها معروف ترین قطعه که پیتر گابریل داشته و دیگه همه شنیدن قطعه بوده که برای در واقع فیلم تمام وسوسه های مسیح یا آخرین وسوسه مسیح ساخته بود، اون قطعه دفلینگ. آره، این قطعه براتون آشناست، مطمئنا همه شنیدن. پیتر گابریل جدیدن یک آلبومی روش داره کار میکنه به نام آی او. یک ترک از این آلبوم رو منتشر کرده حدود یه ماه دو ماه پیش به نام پنوپتیکن و این آهنگ حکایت های بامزه‌ای داشت. گفتم که ارزش اینو داره که یک قسمت از برنامه در باب در واقع رمزگشایی از این آلبوم صحبت بکنیم و بعد آخر برنامه بریم و آهنگ رو گوش کنیم با زیرنویس فارسی که من براش تهیه دیدم و یکی از دوستان که یک نسخه موزیک ویدیوی هوش مصنوعی، در واقع موزیک ویدیو غیر رسمی برای این آهنگ ساخته و اون خیلی موزیک ویدیوی جالبیه، به مفهوم این آهنگم میخوره. اما حالا ببینیم پنوپتیکم اصلا چیه، قصهش رو من تعریف کنم و در واقع با این قصه میشه این آهنگ رو بهتر فهمید. پنوپتیکم در واقع یک شیوه معماری هست. جرمی بنتام یا جرمی بنتام، فیلسوف مشهور قرن 19، پیشنهادی به دولت‌ها داده بود که شما زندان‌ها رو به شکل استوانه‌ای بسازید. یعنی به جای اینکه زندان‌ها یک معماری در واقع مستطیلی داشته باشن، یک معماری استوانه‌ای داشته باشن. احتمالاً تو خیلی از فیلم‌ها دیدید زندان‌هایی که یک دایره‌ان و دور تا دور این دایره در واقع زندان‌های مختلف هست و داخل این استوانه، جرمی بنتام گفت که به دولت‌ها گفت داخل این استوانه یک استوانه دیگر بسازید و اون استوانه رو اختصاص بدید به زندانبان‌ها. پس ما یه استوانه داریم، داخلش یه استوانه دیگه داریم و داخل اون زندانبان‌ها حضور پیدا می‌کنن تا بتونن رصد بکنن زندانی‌ها رو. جرمی بنتام میگه که داخل این استوانه داخلی حفره‌های ایجاد بکنید که زندانبان‌ها بتونن از طریق این حفره‌های چشمی زندانی‌ها رو رصد بکنن. حالا سود این حفره‌چیه رو براتون تعریف می‌کنم، ولی به این شکل از معماری میگفتن پنوپتیکام یا پنوپتیکان. خیلی گشتم دنبال این که چه ترجمه فارسی مثلا مناسب این پنوپتیکنه، دیدم که تنها میشه گفت یه چیزی تو مایه های مثلا سراسربین، درست؟ یه چیزی شبیه به این. حالا چه فایده ای داره این استوانه داخلی که پنجره ای هم نداره، فقط یه سری حفره داره که چشم از چشمی های این حفره در واقع زندانبان ها رصد میکنه زندانیان رو؟ اولین سودش اینه که زندانبان اون داخل خیلی راحت میتونه از حفره‌های مختلف، چون استوانه‌ایه، دور تا دور زندانی‌ها رو رصد بکنه. ولی فایده دومش خیلی جالب‌تره، به این خاطر که این استوانه داخلی پنجره‌ای نداره و فقط حفره‌های کوچیکیه، زندانی که داخل اون زندان‌ها هست علل اصول نمیتونه بفهمه که الان داره رصد میشه یا رصد نمیشه. در واقع همیشه فکر میکنه که داره رصد میشه، همیشه فکر میکنه که این حفره ای که تو این استوانه وسطی رو به زندانش قرار داره شاید چشمی پشت اون حفره باشه و این رو رصد بکنه. برای همیشه در حول و ولای رصد شدنه. قصه معماری پنوپتیکام، جرمی بنتام که این پیشنهاد رو داده بود، بعدها فراگیر شد دیگه در قرن 19 و قرن 20، مخصوصا زندانهای تمام دنیا
با ایده های پاناپتیکان می ساخته شدن، استوانه‌ای بودن. تو فیلم هم دیدید، در ایران هم حتی اینطوریه، درست؟ این شکل استوانه، دو تا استوانه تو در تو شکل زندان ها شد. حالا پیتر گابریل در آهنگ پاناپتیکان اشاره داره به همین شیوه معماری، به همین پلتفرم، اما اینجوری تلقی میکنه که در قرن جدید، در قرن 21، شبکه های اجتماعی جای اون استوانه داخلیه رو گرفتن و کل شبکه های اجتماعی حفره هاین و مردم پشت اون حفره ها، این پلتفرم، در واقع این استوانه وسطی که شد شبکه اجتماعی، پشت حفره های متعددش دارن دولت ها و قدرت ها رو رصد میکنن و همون کار کردی، ترسی که زندانبان از استوانه وسطی داشت، حالا دولت ها و قدرت های بزرگ دارن. این شبکه اجتماعی که استوانه داخلی هست پر و حفره است و مردم از حفره های مختلف در حال رصد کردن در واقع قدرت های بزرگ هست. بنابراین قدرت ها همیشه ترس اینو دارن که نکن از یکی از این حفره ها رصد بشن. این قصه اولیه آهنگ پاناپتیکان هست. قصه دوم به خود پیتر گابریل برمیگرد. پیتر گابریل جز معدود هنرمندانی هست که در واقع کمترین غرولند رو به شبکه‌های اجتماعی کرده. میدونید که مود جهان غربی اینه که علل اصول بنالند از افزایش شبکه‌های اجتماعی و فراگیر شدن این، چون خیلی هاشون میگن که آقا این داستان علل اصول اصلا پاپارازی و زندگی زرد رو زیاد کرده. پیتر گابریل قبل از این آهنگ هم در واقع چند تا مصاحبه داشت و برعکس همه اونها میگفت که آقا یک انقلاب بزرگ در شرف وقوعه و این در واقع شبکه‌های اجتماعی، زنجیره شبکه‌های اجتماعی توانستند در واقع ملت‌های مختلف رو به هم وصل بکنن. این چشم بزرگ همواره قدرت‌ها رو مورد رصد قرار میده و پیتر گابریل جز معدود در واقع روشنفکرانی بود که پشت این جریان در واقع قرار میگرفت. آلبوم جدید پیتر گابریل به نام آی او هنوز به صورت کامل منتشر نشده، اما قصه هایی که پشت سرش هست اینه که در بعضی از ترانه ها پیتر گابریل میخواد نقبی بزنه به حتی هوش مصنوعی، به کارکرد جدیدی که در واقع تکنولوژی میتونه برای بشریت ایجاد بکنه و اینجا در اینجا هم در واقع دید کاملا مثبتی داره روی این داستان. با هم بریم آهنگ پاناپتیکان رو با زیرنویس فارسی ببینیم و موزیک ویدیو محشری که برای این آهنگ ساخته شده. گفتم موزیک ویدیو رسمی نیست، موزیک ویدیویی که در واقع یکی از فعالان در واقع کاربرای هوش مصنوعی برای این آهنگ ساخته. بریم با زیرنویس فارسی این کارو ببینیم. یه سوالم از رفقا بچه‌ها دارم که لطف کنن در کامنت ها به من پاسخ بدن. آیا مایل هستن در باب ترک های جدید، حالا بعضا اکثرا من ترجیح میدم که ترک های مثلا بین المللی باشه، ترک های جدید غربی باشه، چون رسانه در واقع موسیقی روز ایرانی زیاد وجود داره در یوتیوب. اگه دوست دارن، مایل هستن در این باب بیشتر صحبت بکنیم، من ترک های جدید رو تو بعضی برنامه ها چیز بکنم یا مثلا یک اخبارتوری در باب ترک های جدید داشته باشیم به صورت هفتگی یا مثلا در ماه اون ترک های برجسته رو، مثلا تاپ لیست ها رو، تاپ چارت های مثلا بیلبورد رو با هم بررسی بکنیم. اگر مایلید که این بخش به برنامه اضافه بشه، حتما در کامنت ها نظرتون رو با من قسمت بکنید. دم همتون گرم و مرسی که همچنان با سابسکرایب و کامنت و لایک ما رو همراهی میکنید. قربان شما، فعلا.
up to call.